په غزنی کې دینی عالمانو او ځینو ټولنیزو بنسټونو د ودونو د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې ده. دوی وایي یو پریکړه لیک یې صادر کړی چې پکې د هغو نجونو مهریه 250,000 افغانۍ ټاکل شوي چې غواړي وده وکړي. پریکړه لیک همداراز په ودونو کې ټنګ ټکور، بې ځایه لګښتونه، شیرني خوري او د ښځو سینګارول منع کړې او دا کړنې یې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي. د غزنی ولایت یو شمېر خلکو له دې اقدام هرکلی کړی دی. په غزنی کې په دې وروستیو کې ناوړه دودونه او پردی فرهنګ زیات سوی او همدې چارې ډیری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د همدې دودونو او پردی فرهنګ د له منځه وړلو لپاره دیني عالمانو، قومي مشرانو او ټولنیزو بنسټونو پریکړه وکړه. تمام مصرف شرعی را اگر ما بسنجیم در مراسم عروسی، شاید در اگر شب مطابق شریعت اسلام اگر امیال کسی پابند باشد و متعهد باشد، شاید در حدود 30,000 افغانی تا 50,000 افغانی تمام مراسمش تکافو میشه. یکی دیگه سرنوشتش به 1,000,000 افغانی میرسه، بالاتر کمتر میرسه، خوی جهالت مردم باید. کس هم در غزنی و شمیر خلق لدی اقدام هرکلی کوی، خو زین زوانان بیا پدی شک لری چی دا پریکړه دی عملی سی. زین زوانان وای د خزو د سنگار زایونو تړل او د ودونو په مراسمو کې د ټنګ ټکور بندول د خلکو پر فرهنګ یرغل دی. اقدامشان تقدیر میکنیم، اقدام خوب است، اما در قسمتی که گفته بودن ساز آواز معنی شوه یا آرایشگاه بند شوه، فکر میکنم این جنبه عملی ندارد. استقبال میکنیم و این را خواهش هم داریم که باید در سراسر افغانستان در خصوصا در ولایت غزنی تطبیق شود. ما فکر میکنم که تا به حال البته خود علما هم دیده باشند در ولایت غزنی تا به حال عملی نشده. زیاتر کسایی که میبینیم البته کارسی میکنن، اما متراز دیده میشه، اما خوشیگی دیده میشه و اما ملور زیاد البته میگیرن. خود غزنی د ولایتي شورا رئیس د دې پریکړې تطبیق حتمی بولی او وایي د تطبیق لپاره یې وخت اړتیا ده. خو یو شمېر هغه کسان چې له ودونو عواید په لاس راوړي داسې وایي این کارا تصویب شده و این توقع به جای خواهد بود که ما بخویم یک شبه کل گزنا تطبیق شوه، یک فرهنگ سازی کار داره. در بعضی جایها که خود مردم متوجه خطر شدن کاملا برای فعلا مراعات میکنن. کسایی که وضعیت اقتصادش خوب است تا 5,000 6,000 میزنه، بعضی که مسکین و در بدر است با 500 2,000 800 به خانه گل میزنه. کسایی که توانایی را داره 12,000 14,000 افغانی در قیمتا خرید میخرن و کسایی که توانایش نداره پیرانش میخره تا 3,000. سودای فروش ممکن است نمی وقتایی که آرزی ها یا شیرنی خوری میشه، در نمی وقتا فروشات ما کم زیادتر است. د غزنی د خزو چارو ریاست چارواکی بیا وای په کابل کې د کورنۍ قانون جوړ شوی دی. د دې بنسټ چارواکی وای د غزنی د دینی عالمانو د شورا وروستۍ پریکړه د بیوزلۍ په کمولو او د کورنۍ تاوتریخوالي په لمنځوړلو کې ګټوره بولی. فعلا در وزارت عدلیه تحت کار است. ما توقع داریم که هر چی زودتر قانون خانواده مجلس شورا بره و از مجلس شورا فیصله شود، تصویب شود دوباره و در جامعه قابل تطبیق باشد. ما در برنامه آگاهی دهی که داشتیم، ما بر مردم این پیام خود رساندیم که تویانی گرفتن تویانی زیاد انسان خوشبخت نمی سازد، بلکه باعث خشونتای فامیلی میشه. د دوی په وینا په غزنی کې د نجونو مهریه او د ودونو لګښتونه ډیر لوړ دي. له همدې امله ډیری ځوانان چې د ودونو پلان لري د پیسو د ترلاسه کولو لپاره بهر ته په ناقانونه توګه سفر کوي، چې ځینې یې معیوب او په نشه یي توکو روږدي کیږي، خو ځینې بیا خپل ژوند له لاسه ورکوي.